نام یاد خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به تمام هموطنان عزیزم. خوش آمدید به مسابقه آیکیو. خدا کنه دارای صحت کامل باشید و همین لحظه بیننده مسابقه خودتان یعنی آیکیو. سه اشتراک کننده همراه من هست و میخوان رقابت خوب و سالم داشته باشن، امتیازهای خوبی به دست بیارن. پس شما هم بیننده باشین، کدامشان میتونن برنده مسابقه آیکیو شون. خوش آمدین به مسابقه خودتان. از شما آغاز میکنیم، میشه که خدا معرفی کنیم. به نام خدا، سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام بینندگان تلویزیون شما. اسمم محمد سنا محبی، سال دوم انجینری محصل هستم. یک سلام خدمت شما، خدمت تمام بینندگان تلویزیون و همچنان خدمت تمام هموطنان عزیزم. اسمم مهدی نظری است، محصل سال اول پنجه کامپیوتر ساینس. به نام خدا، سلام به شما و به بینندگان تلویزیون آرینا. فرزاد صمدی هستم، محصل کامپیوتر ساینس. خوش آمدین اشتراک کننده عزیز به مسابقه آیکیو. و طوری که در اول برنامه هم گفتم، خدا کنه کاملا آماده باشین، امتیازهای خوبی به دست بیارین. 30 گزینه در اختیار شما هست. شما میتونین هر گزینه که دوست داشته باشین انتخاب کنین و در ظرف 30 ثانیه برای ما تشخیص درست بدین و امتیاز به دست بیارین. و در بین 30 گزینه ما، 3 گزینه ما 0 هست. پس باید هوش حواستون رو جمع کنین که کدام گزینه میتونه 0 باشه. و اگر هر چند امتیازی به دست آوردین با انتخاب گزینه، تمام امتیاز شما 0 میشه. آماده هستین؟ بله. کاملا؟ بله. همون تو پر انرژی هستین تا آخر برنامه؟ بله. وعده؟ بله. خب در نخست سوال عمومی از شما می داشته باشم. بسیار آسان است، هر کس میفهمه جواب درست چیه، زودتر برام جواب بده و مسابقه را از او نفر آغاز میکنیم. مخترع برق چه نام داشت؟ اینشتین. علت مرگش؟ بخاطر شورتی برق. برق گرفتگی. بله. خودش برق اختراع کرد، خودش هم به توسط برق. توسط برق کشته شد. آفرین فرزاد، به خود جواب درست برام دادی و از خودش رو میگیریم. برو به طرف 30 گزینه و انتخاب اولی که خودت می داشته باشی. اولین انتخابت کدام است؟ گزینه 3 را انتخاب میکنه فرزاد. میبینید شخصیت های سیاسی جهان. قبول میکنه و میخواین تشخیص بتن. فرزاد خود 30 ثانیه وقت داری. این شخصیت نامش برای ما بگو چی است. بسیار آسان است. رئیس پیشین امریکا باراک اوباما. کی؟ رئیس جمهور پیشین امریکا باراک اوباما. 44مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا البته. پیشینش رئیس باراک اوباما. بله. ببینیم نتیجه را. یا میخوای بازم فکر کنی؟ نه، نیاز به فکر نیست. نتیجه را میبینیم. آفرین فرزاد، تشخیص کاملا درست بود و خود جواب درست برای ما دادی. بسیار عالی. امتیاز به دست آوردی. میبینیم امتیازت. 1000 امتیاز به فرزاد، تبریک باشه. محمد سینا آماده هستی؟ بله. دیدی که فرزاد امتیاز به دست آورد. بله. خودت چه فکر میکنی؟ آیا میتونی تو هم امتیاز به دست بیاری در انتخاب اول؟ 100%. 100%. بله. به شک. میریم به طرف گزینه ها. کدام گزینه؟ شماره 12. 12 را انتخاب میکنه محمد سینا. میبینیم چی است. آوازخوانهای مطرح جهان. قبول میکنن. آهنگ میشنوی؟ بله. هاگه میشنوی نامی آوازخوان برمید؟ موین آوازخوان ایرانی است. موین؟ بله. کدام آهنگش را زیاد دوست داری میشنوی؟ مجنونم. زمزمه میتونی کده برمید؟ نه خیر، یادم رفته فعلا. اگر خم گفتیم مجنونم که خود در اون لحظه فکر کردم مجنون استی و لیلیت گم شده. خدا نکنه. لیلیت خود گم نشده؟ نه، گم نشده. خب ببینیم نتیجه را. محمد سینا 100%. نتیجه را هم میبینیم. آفرین به محمد سینا، تشخیصش کاملا درست بود و نامی آوازخوان بر ما خوب گفت و درست هم گفت. نامی آوازخوان معین بود و آهنگش که میگه مجنونم محمد سینا زیاد دوست داره، ولی متاسفانه بر ما زمزمه نکرد. سرت قرض باشه دیگه. باشه حتماً. بازم اون نقش زاغ خودت بازی نکنی. 1000 امتیاز به محمد سینا، تبریک باشه. فرزاد و محمد سینا در اکسد قرار داره. ببینیم تا لحظات آخر کدامشون برنده میشن اگر مهدی امتیاز به دست نیاره. گزینه ها و انتخاب مهدی. شماره 16. 16 رو انتخاب میکنه. میبینی؟ کارگردان های مطرح سینمای افغانستان. قبول. تصویر از کدام کارگردان است؟ نامش رو برام بگو. هیچ فیلم افغانی نمیبینی؟ بیشتر نمیبینم. خب. ثانیه تمام شد. متاسفانه مهدی نتونست تشخیص بر ما داشته باشه و جواب درست بر ما بگه و هیچ امتیازی به دست نآورد. نام کارگردان حسین دانش.
خودت به خیالم فیلم میبینی، فقط دختر بچه هم فیلم میشناسی دیگه، بعد خلاص دیگه پشت او کسایی که در پشت صحنه کار میکنن چقدر زحمت میکشه پشت از او نمیگردی. زیادتر فیلم های هندی میبینم. خو بازم اکشن های هندی رو یاد داری خوب سعید. متاسفانه مهدی امتیازی به دست نوردی، صفر بودی صفر هم باقی موندی. مشکل نداره، بازم به طرف خود وی و میتونی شانس بعدی تو امتحان کنی. فرزاد 1000 امتیاز داره. حال به طرف گزینه ها میریم و انتخاب بعدیش ببینیم کدام گزینه هست. گزینه یک. یک را انتخاب میکنه، انتخاب شد. میبینیم. شخصیت های مطرح سیاسی افغانستان. قبول. با چهره های سیاسی اگر آشنا باشی میتونی برام بگوی نام شخصیت چی است؟ قبلن هم سرپرست وزارت دفاع هم بودن. چی شد فرزاد؟ 2 ثانیه. نتیجه. متاسفانه فرزاد نتانست بر ما تشخیص بده و هیچ امتیازی به دست نورد. نام شخصیت رو برات میگیم که دفعه دیگه دیدی به یاد داشته باشه نامش چی است. معصوم استانگزی. فهمیدی؟ تکرار کو؟ معصوم استانگزی. آفرین. اگر چند ثانیه پیش میگفتی این حال برنده بودی. فرزاد میفهمی به خاطر از اینکه نتونست جواب بدی چی بلای سر امتیازت اومد؟ ببینیم با هم. امتیازت 0 شد. متاسفانه. خب خیر است. وقت زیاد مانده و صحبت باقی. و میتونی که خود شانس بعدی امتحان کنی. محمد سینا و گزینه ها. شماره 26. محمد سینا گزینه 26 را انتخاب میکنه. بعد از وقفه میبینیم که چی هست در پشت گزینه 26. به بخش دوم مسابقه خوش آمدید. محمد سینا گزینه 26 را انتخاب کرد. در حال حاضر ببینیم که چی هست در پشت گزینه 26. جغرافیای ولایت افغانستان. قبول. قبول میکنن. میبینیم. تشخیص دادن میتونه محمد سینا. خب به طرف این نقشه ببین، نقشه کدام ولایت هست؟ نقشه کدام ولایت هست؟ ننگرهار. خب فکر کو بازم باش. یک نقل دادن تو نیانسویش چیستم؟ اگر من نقل نزدیک کابل است. پروان. متاسفانه نتونستی تشخیص بده محمد سینا. درست دیده نمیشد اونجا. درست دیده نمیشد. توی طرف هم سعید کردی اونجا هم دیده نمیشد. بانا نیار دیگر. ما گفتم ماینک بپوش خودت نبوجودی قبول نمیکنی. نوردین شما به خاطر. خب نقشه ولایت سمنگان بود. درست. قدرم نزدیک کابل نبود مقصد دیگر. خیر است ما نقل میتیم و نقلای ما یکان وقت صحیح نمیماشه. خیر است. محمد سینا متاسفانه. خودت هم تشخیص داده نتونستی و هم بلایی که فرزاد سر امتیاز خود آورد خودت هم بلا رو سرش آوردی. بازم میبینیم. صفر شده محمد سینا متاسفانه. هر سه اشتراک کننده ما برگشتن به خانه اول و صفر هستن. ببینیم تا لحظات آخر کدامش هم برنده میشن در این مسابقه. مهدی آماده هستی؟ بله. کاملا صفر. در انتخاب قبل صفر باقی ماندی. انشالله در این امتیاز میگم. میبینیم کدام گزینه هم رو دیاری میکنن. شماره 21. 21 را انتخاب میکنه. ببینیم. هنرپیشه های سینمای افغانستان. قبول. قبول میکنم. پشت کارگردان خو نامش گفته نتونست اینان هنرپیشه شد. ببینیم نامش گفته میتونی یا نی. نامی هنر متاسفانه مهدی نتونستی نام هنرپیشه را برای ما بگویی. حداقل نام فیلمش هم برای ما میگفتم، فیلمی که کار کرده بازم میشد که یک چاره کرد، ولی متاسفانه خودت نتونستی نام فیلم هم برای ما بگویی. نام هنرپیشه را نامش احمد جان. احمد جان نام هنرپیشه بسیار محبوب که فیلم های زیادی هم کار کرده و در هر فیلمش هم قدر موفق بوده. ما خودم یکی از طرفدارای بازیگر هستم. فیلم دینی شدیدی؟
زیاد نمیبینم فیلم چرخشو دیدی؟ بله دیدی؟ کم کم دیدیم. خب میگفتی خب چرا نگفتی؟ حیف شد دیگه. خیر از باز دفعه دیگه میریم به طرف فرزاد. 1000 امتیاز خود از دست داده، ببینیم در حال حاضر میتونه جبران کنه با انتخاب گزینه که می داشته باشه. گزینه 5. 5 رو انتخاب میکنه. میبینیم فرزاد 5 رو انتخاب کردی و یکی از گزینه‌های صفر ما بود که از برنامه حذفش کردی متاسفانه. محمد سینا، گزینه ها و انتخابت. شماره 18. 18. بله. میبینیم 18 هم صفر بود. دومین گزینه صفر ما که محمد سینا حذفش کرد. سومیش هم مهدی حذف کنه دیگه تا آخر برنامه هم تو دل جمع پیش برن. مهدی خود دستی آمده؟ بله. گزینه ها. گزینه نهم. نه را انتخاب میکنه. میبینی. پرچم کشورهای جهان. قبول. پرچم کدام کشور است؟ خوب به دقت ببین. در یه اواخر اتقدر پرچم نشان داده شده در رسانه ها، اتقدر درباره کشور گفته شده در رسانه ها. پرچم کدام کشور؟ میانمار. کدام؟ میانمار. میانمار؟ پرچم کشور میانمار؟ مطمئنی؟ مطمئنی؟ ببینیم نتیجه را یا نه؟ ببینیم. نتیجه را میبینیم. شکر. آفرین مهدی. تشخیصت کاملا درست بود و خود جواب درست برام دادی. البته با توضیحاتی که ما برات دادم و کمی کمکی که من همراه خودت کردم. یک تشکری نمی‌کنم. تشکر از شما. سلامت باشی. دوباره تشکری کن. تشکر از شما. بیننده شما شاید باشین که دوباره من تشکری کنم. آفرین مهدی. جواب درست برام دادی و امتیاز بعد سوال بالاخره. می‌بریم امتیاز را. 1000 امتیاز به مهدی. تبریک باشه که تونست در انتخاب سومش خوب باشه و جواب درست برام بده. فرزاد و گزینه ها. گزینه 13. 13 رو انتخاب میکنه فرزاد. میبینیم. هنرپیشه های سینمای جهان. قبول. نام این هنرپیشه رو برای ما بگو. با چه فیلم هست؟ هنرپیشه دیگه همون میشه. باز یکی از بازیگران بسیار مطرح و نامدار جهانی است. البته اصیلم از ایران هست. ایرانی است. نامش هم دیگه بسیار مطرح است. خیلی ها شنیدن. فیلمشو دیدی؟ همه حالی نیست دیگه. حیات نیستن. فیلمشو دیدی؟ همروی گوگوش هم یک فیلم داشتن. متاسفانه. ثانیه ها تمام شد و فرزاد نتانست نامی هنرپیشه را بر ما بگویه. چقدر توضیحات هم برش دادیم ولی متاسفانه به نام اصلی هنرپیشه نتانست که برسه. نام هنریش دیگه فردین بود، نام اصلیش هم محمد علی. بازیار هر سه یک جایی کردن، محمد علی فردین درستش کردن که بیشتر کسا به نام فردین این هنرپیشه را میشناسن. متاسفانه فرزاد نتونست تشخیص بده و یک امتیازی به دست نورد. تا حال شما هم دیدیم برنامه را که اشراق کننده ما خیلی خوب عالی پیش رفتن، امتیاز به دست آوردن ولی متاسفانه شانس همراهشان یاری نکرد و دوباره صفر شدن. اما مهدی 1000 امتیاز داره. ببینیم تا لحظات آخر رقیب مهدی کی میشه. محمد سینا و گزینه ها. شماره 15. 15 رو محمد سینا انتخاب میکنه. بعد از وقفه ببینیم. بله. بعد از وقفه ببینیم که چی است. شما بیننده مسابقه آی کیو هستین و بخش سوم مسابقه هست. محمد سینا گزینه 15 رو انتخاب کرد. در حال حاضر ببینیم که چی هست. رؤسای جمهور کشورهای جهان. قبول. قبول. نامی رئیس جمهور برای ما بگو. نتیجه را میبینیم. وقت تمام شد. محمد سینا متاسفانه محمد سینا نتانست نامی رئیس جمهور برای ما بگه. در صورتی که مقدار توضیحات هم برشان داد و ما گفتم که از کدام کشور است و رئیس جمهور کدام کشور است. نامی رئیس جمهور فرانک والتر اشتاینمایر. میفهم که نام خیلی دوردرازی داشت ولی باید حداقل یک نامش هم میگفتیم ما جواب تا درست میگفتیم. متاسفانه محمد سینا نتونست شوسته و هیچ امتیازی به دست نورد. مهدی 1000 امتیاز داره. ببینیم در حال حاضر با انتخابی که داره میتونه امتیازش به سطح بالاتر برسانه. شما هم بیننده باشید. گزینه هفتم.
حرف را انتخاب میکنه، میبینیم چیه. اشیا. قبول. قبول میکنه و میخوان تشخیص بدن. خب نام این شعر را بر ما بگو. مهدی خوب فکر کن، هرچی که به ذهنت میه همون را بر ما بگو. چی فکر میکنی چی باشه؟ بگو هرچی که به ذهنت میه برام بگو. چیز به ذهنم نمیه، اگر کمی معلومات اگر. از دروازه است. ای که چی دروازه است؟ دستک دروازه است. چی؟ دستک دروازه. دیگه چی در ذهنت میه؟ بسیار قدیمی است. قفلش. کدام؟ دسته دروازه یا قفل دروازه؟ بگو. قفل دروازه. نتیجه. آفرین مهدی. تشخیصت کاملا درست بود و جواب درست برام دادی. بین سه دروازه و قفل دروازه مانده بودی که کدامش است، ولی خوب است اما یک ثانیه آخر برام گفتی قفل دروازه. اگر یک لحظه دیگه سکوت میکردی دیگه امتیاز خودت هم صفر میشد. امتیاز مهدی رو میبینی. 2000 امتیاز به مهدی، تبریک باشه. همون قصه اول برنامه بود که گفتم باز نشه فرزاد و محمدسینا هم بود با اینا مهدی برنده شد که تا حال دیگه ما مهدی در برنامه میتونیم برش بگیم که برنده هست. فرزاد آماده هستی خودت؟ بله. کدام؟ 26. انتخاب شده 26. گزینه‌ای که برنگ نارنجی هست. 27 را انتخاب میکنه. میبینیم. پول‌های مروج رژیم‌های افغانستان. رد. رد. امتیاز داری؟ امتیاز نداری. پس حق رد کردن هم نداری فرزاد. خب قبول. باید قبول کنی تا که امتیاز به دست بیاری. چیزی که هست باید قبول کنی. خب میبینیم که پول پول کدام رژیم یا کدام حکومت است؟ حکومت داوود خان. چی؟ نه، حکومت نجیب. دیگه؟ داوود خان یا نجیب؟ نجیب. خوب فکر کن. پول حکومت داوود خان. کدامش؟ جواب قطعی داوود خان. داوود خان. داوود خان. نقل اگه بتونی. وقت تمام شد فرزاد. نتیجه را میبینیم. متاسفانه فرزاد نتونست جواب درست برام بده. خوب به طرف پول میدیدی، به طرف اون تصویری که روی پول بود میدیدی، 100% جواب به دستت میامد. شاه افغانستان و پول حکومت ظاهرشاه هم بود. متاسفانه. مهدی 2000 امتیاز داره. ببینیم در حال حاضر انتخابش از بین گزینه ها کدام شماره است. گزینه 14. 14. انتخاب شد. میبینیم. نباتات. قبول. قبول کردی؟ درست است. میبینیم. نامی گل برمون. گل وقت تمام شد. متاسفانه مهدی نتونستی تشخیص بدی. برات گفتم که بعضی گلا را روی رنگ میشه تشخیص داد. این رنگ چه رنگ بود؟ رنگ گل بنفش بود. نه بنفش بود یا مو بانجانی که میگن. باز ما میتونستیم بگیم گل بانجانی یا گل بنفشه. نامی گلم گل بنفشه بود که مهدی متاسفانه نتونست که جواب درست برام بده و این امتیازی به دست نورد. حال امتیازش هم میبینیم که به چند رسید. 2000 امتیاز داشتی، تشخیص برای ما نتانستی داده در انتخاب آخرت و 1000 امتیاز فقط باقی ماند. فرزاد، آماده هستی خودت؟ بله. متاسفانه. وقت برنامه ما تمام شد فرزاد، یعنی دیگه نوبت به خودت نرسید که بیای انتخاب دیگه ای داشته باشی. برنده مسابقه IQ مهدی است که تارس 1000 امتیاز بعد از بیاره و از فرزاد و محمدسینا هم تشکری میکنیم از اینکه اشتراک کردن در مسابقه. سلامت باشین، وقت خوش داشته باشین. تشکر از شما. تشکر از شما بیننده های عزیز، وقت و لحظات خوب و خوش داشته باشین. تا برنامه بعد خدا نگهدار.